میخوام یک دفعه دیگه آخرین جمله ای رو که گفتیم من گفتم ادعاست بگین که مردم بشنوند، بعد اگر اثباتش هم بکنید خیلی خوشحال میشیم. این که گفتم جشنواره از قبل میدونیم که جایزه میگیره که نمیگیره، این یه ادعاست، این یه ادعاست، ولی امسال پارسال هم ادعا بود، پیارسال هم ادعا بود. خب امسال شما نه، من که اصلا هیچ نظری در این رابطه نمیدم، چون اصلا یعنی سرم واسه این اتفاقا یعنی درد نمیکنه. یعنی شما میدونین که جشنواره کیه؟ یعنی توی یه باکس بعضیا میدونن و بعضیا قراردادی با یکی از همکارای من بستن که اتفاقا پیش من بود، یعنی ما با هم دیگه خونه من بودن امسال بودیم. بله نه امسال نه، دو سال پیش که میگم سه سالی هست که این اتفاق هست، چون تجربه کردم. قراردادی با یکی از همکار من بستن، تلفنی صحبت کردم و حرفی که پای تلفن زدم و کاملا اتفاقی روی آیفون صحبت کرد دوست من که گفتن که ما قرارداد می‌بندیم به شرط سیمرغ، به شرط چاقو، به شرط چاقو قرارداد بستن. رفت میتونم بپرسم حدود قیمت قرارداد؟ و خیلی جالب بود که به خاطر اینکه این دوست من حتما توی این همکار من توی این کار بازی بکنه، گفتن که ما یه دونه یک میلی بیستیم سفارش خودتون بذاریم. چاقوی سیمرغ، آره، به شرط چاقوی، به شرط سیمرغ، آره، شما گفتین سیمرغ. بله. و چون من اینو شنیدم و شاهد یک سری اتفاقات دیگه در سال آیندهشم بودم. قیمت قرارداد چقدر بود دو سال پیش؟ اشکال نداره، شما اسم دوستتونی که نگفتیم، میخوام اینم چقدر این سیمرغ داره از نظر شما؟ همینو گفتم دیگه، عددی که من شنیدم، گفتم ما یک میلی بیستیم شما سفارش بذارید. این اتفاقی که الان خیلی عدد بزرگی بشه. آره خیلی بزرگی، ولی جالبه که وقتی این پیشنهاد رو دادن و من گفتم که ما چقدر داریم میدوییم، چقدر داریم تلاش میکنیم که دوستتون سیمرغ گرفت، اصلا جوابش نمیدم. چرا تا آخرم اسمشون نگو، فقط میخوام ببینم سیمرغ گرفت. نمیتونم بگم، دو معلوم شده دیگه، یعنی گرفت بگم نگم خیلی نگرفتم، فقط یه نفر میگیره سیمرغ. خب من نگم دوستم قبول کرد یا نکرد که. خب باشه، اینا بالاخره سرنخایی که میرسونه و فردا صبح همه رو به نتیجه کی بوده. پسر بود یا دختر بود؟ نه قطعا دختر بود که خونه من بود.